نشست علمی روزانه آیت الله العظما سید صادق حسینی شیرازی روز دوشنبه 15 شعبان سال 1445 برگزار شد. در این نشست همچون جلسات پیشین ایشان به سوالهای حاضران در جلسه پیرامون مسائل مختلف فقهی پاسخ دادند. آیت الله شیرازی با اشاره به آیه 32 سوره حج که این از سخن حق و هر کس دین خدا را بزرگ و محترم دارد این از صفت دلهای با فرمودند در اینجا تعظیم شعار الهی موضوع و تقوای قلوب حکم است یعنی عمل افراد متقی موجب تعظیم شعائر الهی است اما شارع نه در آیات قرآن کریم و در ما نه در روایات دایر شعائر الهی را معین نکرده است لذا لازم است که برای تشخیص آن به عرف مراجعه شود که به چه چیزهایی شعار الهی گفته می شود معظم الله با تاکید بر اینکه در زمانی که شارع موضوع را بیان نکرد برای شناخت موضوع باید به عرف مراجعه نمود فرمودند اگر شارع از موضوع چیز خاصی را اراده کرده باشد حتما آن را ذکر می کند اما اگر چیز خاصی را ذکر نکرد در چنون شرایطی باید موضوع از عرف دریافت شود ایشان با اشاره به معنای شعائر فرمودند شعائر جمع شعیره است و در لفظ به موهای ریز بدن و نه محاسن و موی سر گفته می شود چرا که موی سر جزء سر نیست اما مثلا موهای ریز دست جزء دست محسوب می شود لذا فقها با اینکه در روایات نیامده گفتند که در وضو و قسل هم باید این موها شسته شود چون جزء دست است آیت الله لزماشی شیرازی در ادامه فرمودند لذا چون شاعر که جمع شعیر است به چیزهایی گفته می شود که در حکم همان چیز است بنابراین هر آنچه که عرف از آن برداشت شعیره می کند مورد قبول است چرا که شعیره معنای خاص شرعی ندارد با هم فرمایشات آیت الله العظما شیرازی را ببینیم و بشنویم هر چه عرف برداشت کنه همه قبول داریم اما یه معنای خاص شرعی نداره چون شرع برش وقتی این نکرد شعر حکم گفت موضوع نگفت شعر گفت شعر گفت سفر هشت فرزه همانه گفت فرزه چی؟ دلیل حاصل نیست من اول بودن من من شعار الله یعنی از شعار نظر که فقط این شعار اون صفا و مره همه این صفا و مره من شعائر هم من تبعیز دیگه یعنی اینا ها بعض شعائر هستن من اینکه شعائر همین هستن من هم دارم و صلی اللہ علیه و و علیه و